زده بود. با برنامه داوود سلطانزوی خوش آمدید. تلاش ها و تپش ها برای به اصطلاح آوردن صلح به افغانستان، گاه گاهی تپش ها را از آوازش از لندن و گاهی از پاریس و گاهی از هند و گاهی از پاکستان بلند میکنه و در سلسله از این صحبت ها و گفتار ها و نشست ها هیئت افغانستان، هند و امریکا در یک نشستی که امروز در هندوستان آغاز شد روی موضوعات سه جانبه و آوردن ثبات و صلح به افغانستان آغاز کردن صحبت های خود. و برای اینکه صحبت ادامه بدیم با آقای استانیکزای استاد دانشگاه کابل و آنتونی کابل. سلامت باش. خوش آمدید. سلامت باش. پکتو شروع کنیم داری خواهد داشت. تاس پلا خواه. خس. اول خوب پدی بودی وقتی گفتی اند کشوری که جاری دیده افغانستان او ده هند او ده امریکای ترمین بیا کلا کلا ده افغانستان پاکستان انگلستان و کلا بلو کلا بلو. یعنی کلا به امکان پیدا شد که ده دری جانبه نشستون ده افغانستان هند و پاکستان ترمین دوستی. اصلا مطلب خوب ده دوی پومنس کی ده به چه وقت پیش بینی که ویسه چه وقت امکان ولری؟ اول سلام لندی کنم تشکل تاس دعوت نه زه فکر کوم چې دا یو ښه هیله ده چې داسې مذاکرات چې په کې افغانستان هند او پاکستان ګډون ولري خو تجربې دا ثابته کړې ده چې دغسې یوه ناسته چې هغه هم په رښتیا واقعیت ولاړه یوه غونډه وي او بالاخره بیا د افغانستان ستونزه په اول ګام کې بیا د سیمې مشکلات سره حل کړي او دغه درې هیوادونه سره د یو بل په منځ کې دومره سره نږدې سي چې هغه استراتیژیک اختلافات سلری تاریخی اختلافات سلری هغه حل کړی سي په دې معنی چې د هند دولت په سیاست کې کشمیر او همدارنګه د پاکستان په سیاست کې کشمیر هغه ستونزمنه مسله ده چې دا نسي کېدی چې په سادګۍ سره اسرائیل تصور وکړي چې دا حل کېږي له بلې خوا نه هماسې چې پاکستان هیله لري چې په کابل کې داسې حاکمیتونه وجود ولري یا حداقل داسې یو حکومت وجود ولري چې که پاکستان ته ګټه نه رسي پاکستان سره ستراتیژیک اړیکې نسي درلودلی نو ضرر نه باید ورته ورسي او هندیان هم داسې فکر کوي چې باید په افغانستان کې داسې یو دولت وجود ولري چې هغه په عنعنوي ډول باید له ډیلي سره ډېر نږدې اړیکې ولري او حداقل د اسلام آباد سره مناسبات دومره تاوده نه وي چې هغه د هند ګټې په دې سیمه کې یا خپله په پاکستان کې یا په هغه سرحد کې چې دوی اختلاف لري هغه ته ضرر ورسوي نو زه فکر کوم چې دا به لږ څه لرې وي چې داسې یو حالت رامنځته شي چې دغه درې هیوادونه یعنې افغانستان پاکستان او هند سره له دې چې دوی په ځینو منطقوي سازمانونو کې سره ګډ روابط لري یا ځینې مثلا اقتصادي تړونونه لکه د ترکمنستان د پاپلاین مثلا چې امضا کېږي په داسې مواردو کې دوی سره تفاهم لري اما هغه عمیق ستراتیژیکو مسایلو باندې چې دوی تفاهم کې دغه تفاهم دپاره زه فکر کوم لا تر اوسه پورې به واټن ډېر وي درست مګر په زړه پورې حالت به هماغه وي چې د دې دواړو درې واړو کاملا موږ به سیمه ییزو همکارۍ ته ضرورت لرو په سیمه ییزو همکارۍ کې برسېره پر دې چې دغه سیمې اقتصادي فرهنګي او ټولنیزه وده به وي د ثبات مسله یې دلته د سولې مسله ده چې هر څومره دا هیوادونه سره نږدې کېږي دغه اهداف ته دغه سیمه خلک چې یقینا ورته محتاج دي او ضرورت لري د نړۍ له هیوادونو نه ډېر وروسته پاتې دي د هغوی دپاره د ودې دپاره ډېره مهمه ده مهرباني استاد یک چیز دیگه کال دیده میشه در می لابلای صحبت هایی که در هند صورت گرفته و حرکت هایی که از طرف دیگه پاکستان از انگلیس ها تقاضا کردن که نفوذ هند در افغانستان کم کنن اینجا تو یک احساس میشه که رقابت هایی که همیش سبب جنگ های نیابتی شده باز در حالت اوج گرفتن است بین پاکستان و هند هند هم یک کمک تخریش آمیز حرکت میکنه و پاکستان هم بسیار ناراضی دیده میشه و در اینجا احساس یک عجله میشه از طرف غربیا بند ماندن و میخواین به عجله از افغانستان براین در اینجا این حالت سبب خواهد شد که بالاخره باز کسی که در افغانستان زیادتر نفوذ داره استفاده زیادتر بکنه به نظر شما کی زیادتر استفاده خواهد در این شک نیست که هر کسی که در محل یا در کشور دیگه یا در مناسبات بین الملل نفوذ بیشتر داشته باشه او بیشتر استفاده میکنه ما فکر میکنم که اول بهم سر ازی که این نشسته که بسیار زیاد نسبت به افغانستان نسبت به امریکا بیشتر باید علاقمندی داشته باشه هند باید علاقمندی زیادتر داشته باشه به همین نشسته که جریان داره چرا ایندیا ما فکر میکنم بعد از سال 2014 با خروج
قوت های ناتو یک تشویش جالب دارند و او تشویش است که از نفوذ پاکستان به شدت در حراس است و تشویش چی خواهد بود که اگر این نفوذ بیشتر تقویه شود طبیعتا سرحدات هند و منافع هند در خود هندوستان متاثر خواهد شد. به این دلیل من فکر میکنم که به شک نیست که هندوستان در منطقه نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه نفوذ خود داره به عنوان قدرت منطقوی و در سالهای گذشته از زمان تاسیس هند و پاکستان این نفوذ همواره حالت نوسان داشته، اما در طول 11 سال گذشته دیگه نباید شک داشته باشیم که هندوستان در کشور ما نفوذ کمتر داره. اما ظاهرا با در نظر داشت تجاربی که پاکستان از افغانستان داره و با حلقات معینه که در طول 30 سال گذشته حتی پیشتر از زمان داوود خان مناسبات داشته، من فکر میکنم که ایران نباید فراموش بکنیم که پاکستان به سادگی نفوذش اعمال میشه در اینجا به نام چند دلیل. یکی که ما سرحدات باز داریم با پاکستان، دوم ای که پاکستان برای مدت بسیار طولانی میزبان میلیون ها مهاجر افغان بوده، گروپ های مخالف دولت های افغانستان در وقت زمان حمایت کرده و با اونا شناخت کافی داره. از طرف دیگه از نظر اقتصادی ما وابسته بودیم به ترانزیت، حداقل به ترانزیت پاکستان اگر در دیگه ساحات نبوده. روی این دلایل ما تا حد زیاد فکر میکنم که با مقایسه هندوستان اگر ایتو مقایسهش کنیم یعنی که نفوذ کی زیاد است، نفوذ پاکستانی ها زیاد است. اما در پالی از ایران باید فراموش نکنیم که هند به عنوان یک قدرت اقتصادی در منطقه و حتی قدرت اقتصادی در بین 20 کشور بزرگ صنعتی جهان ایدم باید منای سک فاکتور در روابط بین المللی محاسبه بکنیم که هند از این لحاظ باز میتونه که بیشتر نفوذ داشته باشه مثل تجربه به خاطر قوت اقتصادی شون. این تجربه نشان میده که هند به عنوان یک از تامین کننده های بسیار بزرگ دولت افغانستان طول 11 سال حدود 2 میلیارد دلار مساعدت کرده با دولت افغانستان که خودش زمینه را مساعد میسازه برای نفوذ هندی ها، کمک های مستقیم کردن در موارد موضوعی که باید دلچسب باشه است که از دیدگاه روابط بین الملل زمانی که یک مملکت از مملکت دیگه خواهش میکنه که در کم ساختن نفوذ یک مملکت منطقوی شما با ما کمک میکنید، ایره شما چی فکر میکنید؟ این خواهش پاکستان از انگلیس ها این دو بحث دارم. از نظر سیاسی پاکستان حق داره که از به خاطر منافع چنین تقاضا بکنه به دو دلیل، یکی که منافعش تقاضا میکنه، از طرف دیگه انگلستان قبل از اینکه بیشتر متحد هندوستان بوده باشه در گذشته ها بیشتر متحد استراتژیک پاکستان بوده. به این اساس پاکستانی ها شاید این توقع رو بر مبنای روابط گذشته خود داشته باشن، جدا از اینکه ممکن بحث تبلیغاتی هم داشته باشن. اما از نظر حقوق بین المللی باز اگر در نظر بگیریمش این نوع مداخله است. بله اینا و مداخله شد پنداشته میشه که پاکستان میخواد برای کشور دیگه بگه که علیه کشور دیگه نفوذ بکنه که یا اعمال نفوذ بکنه تا او به عبارت از اون جلب نفوذ از اون بگیره. به اصطلاح نوع مداخله است با وجودی که مداخله مستقیم شناخته نمیشه، اما در حقوق بین المللی مداخله غیر مستقیم است. و قابل ذکر است که انگلیس ها یک مجبوریت دیگه هم دارن، تقریبا 2.5 میلیون پاکستانی در انگلستان زندگی میکنه که هم یک فشار بزرگ است. کاملا از نظر و این دو هم انگلستان زندگی میکنن و هر دویشون در پارلمان انگلستان نمایندگی دارن. موضوع کوشش های هند که بعد از این نشست دیلی اینا کوشش خواد کردن که با روسیه و چین هم یک نشست داشته باشن مخصوصا در مورد افغانستان، از چین و هند هندوستان چی توقع، از چین و روسیه هندوستان چی توقع خواد داشت؟ ببینید من پیشتر از صحبت هم گفتم که نسبت به همه کس در این منطقه هند عجله داره. بله به نام دلایل مختلف، یکی که هند به عنوان قدرت منطقوی در روابط بین المللی میخواهد که از موقعیتش در موجودیت ناتو استفاده اعظمی بکنه، ضمانت های معین را از کشورهای عضو ناتو بگیره، از کشورهای منطقوی بگیره. یک دلیل دومش که یک تشویش و نگرانی جدی باید هند داشته باشه از بعد از سال 2014 با ارتباط به سوال پیشتر که شما کردین که هند زیاد نفوذ خواهد داشت پاکستان. بله این یک تشویش دیگه است که اگر اینجا مثلا یک حکومتی که او طرفدار پاکستان باشه یا مثلا عناصری که طرفدار پاکستان هستند در حکومت افغانستان، در حکومت آینده افغانستان نفوذ داشته باشه بعد از سال 2014، چرا در مثال جدا از بحث برآمدن خروج قوای ناتو از افغانستان، این بحث هم شروع میشه که انتخابات افغانستان است، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است، طبیعتاً یک تصور ایمره که همچه عناصر بتانه که بعد سال 2014 اینجا نفوذ داشته باشن یا حاکمیت دستشان داشته باشه. بران هندوستان
از یک طرف در دنیا نشان میده که تشویش داره و از دنیا امتیاز میخواد، شاید معمق جدی تشویش داشته باشه یا نداشته باشه، از هر وسیله ممکن استفاده میکنه. شما ببینید که چین علاوه بر اینکه همسایه ما هست، همسایه پاکستان است، همسایه هند است، به عنوان قدرت اقتصادی دنیا، به عنوان عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، عضو مؤسس و بازیگر اصلی در شانگهای، میتونه که در منطقه تاثیراتش داشته باشه. مثلا عموتی که پاکستان از انگلستان میخواد که از نفوذ هند در افغانستان جلوگیری کنه، شاید هند این توقع رو داشته باشه که فشار بره بر پاکستان از طریق چین، از طریق چین چینای فشار بره که این نفوذ جلو بشه بگیره. نقطه مهم و اساسی در مورد روسیه است. متوجه هستیم که روسیه عین تشویشی را داره که هند داره. درست. بار بار ما شنیدیم از مقامات رسمی روسیه که قوای ناتو به سرعت میبره و باید عجله نکنن و امثال از گپا شنیده شده. معنیش این که روسیه هم عین تشویشی را داره و بخصوص به ارتباط آسیای مرکزی این تشویش داره و به طور غیر مستقیم همسایه ما شناخته میشه با نظر داشت نفوذی که در آسیای مرکزی داره روسیه، یا به عبارت دیگه همسایه دور ما شناخته میشه. من فکر میکنم که چین، معذرت میخوام، هند و روسیه در این ارتباط تشویش‌های مشترک دارن، در حالی که چین چنین تشویش‌های رو در ارتباط به افغانستان نباید داشته باشه با در نظر داشت روابط استراتژیک که با اسلام آباد داره. در مورد مدیریت این موضوعات که افغانستان در چندین حرکت چند جانبه قرار داره و این رو باید مدیریت بکنه به خاطر حفظ منافع خود، فکر میکنن که این مدیریت تا حال درست پیش رفت؟ من ایسه یک استاد پوانتون است شما سوال میکنم، نه موقف دولت کاملا دیگه، امیدوار هستم که کاملا بفرمایید از او دیدگاه صحبت کنیم. مدیریت تا حال چطور شده؟ این موضوع امی امکانات را که به وجود آمده بر افغانستان مدیریت تانستیم؟ من عرض کنم خدمت شما که اول خب باید بگم که من از آدرس استاد پوانتون صحبت میکنم، نه از آدرس دولت افغانستان. خدمت شما باید عرض بکنم که متاسفانه در طول 11 سال که گذشت، جدا از اینکه بحث مدیریت دولت افغانستان ضعیف بود یا قوی بود، نه تنها در بین کشورهای همسایه ما، به کشورهای زیر دخل در قضیه افغانستان، اونایی که اینجا بازی کردن به شمول ملل متحد هیچ گاهی یکم آهنگی وجود نداشت. چون شما در آغاز صحبت تارم گفتیم که فعالیت‌های گوناگون که گاهی در لندن صورت میگیره، گاهی در قطر صورت میگیره، گاهی در دبی صورت میگیره، گاهی در اسلام آباد صورت میگیره، گاهی در دیلی صورت میگیره، گاهی در واشنگتن صورت میگیره، ای خودش نشان دهنده امی است که یک ناهماهنگی جدی باید وجود داشته باشه که تمام کشورها نمیتونن یک طرح واحد را در ارتباط به مسئله افغانستان یا برآمدن از بحران افغانستان ارائه کنن، حتی کشورهای عضو ناتو بین خودشان. به اساس من فکر میکنم که در اینمیتو بحرانات مدیریت ما هم تابع اینمی عدم هماهنگی است. و از طرف دیگه ببینید که وقتی مسئله قدرت میاد در روابط بین المللی، عوامل مختلف داره. تنها ما یک دولت به عنوان یک بدی مجرد مورد مطالعه قرار نمیدیم. عوامل قدرت، مثلا اقتصاد، مثلا قدرت نظامی، مثلا قدرت تأثیر بر افکار، مثلا موقعیت جغرافیایی، حاکمیت دولت، حتی جغرافیا، نفوذ. نظر شما، مشوره شما، ما نتونستیم. مشوره شما من است یک استاد حقوق بین الملل برای یک دولتی که این موضوع رو مدیریت بکنه و همین ضعف هماهنگی را تا جایی که یک دولت میتونه رفع بکنه چی است؟ من عرض کردم پیشتر خدمت شما که در این هماهنگی من فکر میکنم که ما هم مدیریت خود گم کردیم. یک دوم، به خاطر باید داشته باشیم که بسیاری از این نشست ها را ما مدیریت نکردیم. مثلا به هیچ وجه ما گفتن نمیتونیم که این مذاکرات که نمیل در دیلی جریان رو مدیریت به دست افغان هاست. میزبان هند است، مدیریت هم هند، هم هند است، مدیریت هم میکنه و بسیار واضح هست که منافع خودش هم تعقیب میکنه. ایالات متحده آمریکا در این مذاکرات حضور داره. پس باید پاکستان تشویش داشته باشه دیگه. کاملا باید تشویش داشته باشه. چرا؟ پاکستان در این مذاکرات طور مثال آدرس معین خود پیدا کرده نمیتونه برای با واشنگتن و هند باید در مذاکرات لندن تشویش میداشت. هند این تشویش در ارتباط به لندن داشت و هم آدرس مشخص پیدا کرده نمیتونست که آیا رو بیاره به طرف کابل، رو بیاره به طرف اسلام آباد، یا رو بیاره به طرف لندن.
پس دولتی که در هر روز به گوش مردم میرسونه که اینجا توطئه ها وجود داره، توطئه بین المللی دیگه و دیگه است، خود ما بازیچه سبب یک توطئه میشیم که گاهی در لندن میشینیم پاکستان به تشویش میندازیم، گاهی در دیلی میشینیم پاکستان به تشویش میندازیم، در پاریس کاملا. ببینید ما شکار توطئه ها وقتی میگیم، مانایش ایست که من بس پیشتر از کنم که هماهنگی وجود نداره. ای هماهنگی باز با دولت افغانستان وجود نداره از آدرس جامعه بین المللی. یعنی در طول 11 سال وجود نداره. این نشان که یک موضوع پشت پرده وجود داره دیگه به اساس. هیچ دور از امکان نیست. مثلا هیچ گاهی من فکر میکنم که دولت ایالات متحده امریکا که هنوز هم حضورش در افغانستان میخواه، حضور فعالش در منطقه میخواه، هیچ گاهی من به یقیده نیستم که ایالات متحده آمریکا به صراحت و استراتژی خود برای مقامات دولت افغانستان واضح بیان کرده باشه که چی هدف داره در نهایت تر اینجا. در ظاهر تو معلوم میشه آقای استانزای که غربی ها ماندار در افغانستان خسته شدن، از هان آمیشان به کلی خسته شده، اقتصادشان خسته شده و اینا عجله دارن که از افغانستان براین با یک بینی خمیری. ظاهرا تو معلوم میشه، اما وقتی که به این تئوری توطئه با تن بتیم باز معلوم میشه که پس پرده دیگه گپای خاط بود. چی خاط بود اون گپا؟ من میخواستم عرض کنم خدمت شما، عرض کنم ببینیم که در طول 11 سالی که گذشت بازیگر از اینجا ایالات متحده آمریکا بود با دو متحد بسیار اساسیش که عبارت از انگلیس و کانادا باشه، بازی اساسی رو در منطقه اینا کردن. درست. و منافع دراز مدت هم باید پیش از اینا بوده باشه. حتی این تصور شده میتونه که اینا خواستن دیگه متحدینشانه، چون بدون متحدین هم نمیتونستن حضور پیدا کنن در افغانستان. متحدین ناتویشان و حتی بیرون از ناتویشان، اما متحدین استراتژیکی که حضور داشت، اینا خسته، باید خسته می شدن در این جنگ. بران علاوه ای که ذهنیت عامه اونجا تغییر خورد، دیگه اقتصادشان می توانه ایران داره، دیگه تحمل ایران ندارن که اینجا کشته شون. و بازم میگم که اونمو عدم هماهنگی هم باید اینا را شدیدا خسته ساخته باشه. میمونه آمریکا و متحدین بسیار نزدیکش، بخصوص ایالات متحده آمریکا، معقدین است که در این منطقه منافع استراتژیک طویل المدت داره. به این معنا که آسیای مرکزی رو باید فراموش نکنیم به عنوان منبع انرژی، بلوچستان رو نباید فراموش بکنیم، موقعیت چین و هند نباید در این منطقه فراموش بکنیم، ایران در اینجا نباید فراموش بکنیم. با در نظر داشت از این، من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا اینجا حضورش به خاطر حفظ منافع خودش تداوم خواهد بخشید. همی فرموده های شما در ارتباط اهدافی که یک مملکت بزرگ تعقیب میکنه در منطقه جهان مثل افغانستان و آسیای میانه، با این مشکلاتی که اینا در داخل ممالک خود در بین مردم خود میداشته باشه، تعریف مداخلات و حفظ منافع از اینا در جهان باید تغییر بکنه دیگه. به این اساس فکر میکنم که این قسم جنگ ها را دیگه باید اصلش ندارن اینا. من عرض به ایست که اگر بریم به مسئله زینه، من مشخص فرزان ایالات متحده آمریکا را میگم، تیوری ترومن در سال 1899 این بود که جنگ نباید به قاره آمریکا میه، دور باشه از ما، دور باشه. او تیوری تا آل هم فکر میکنم پا برجاست. در مورد ذهنیت عامه مردم امریکا اگر توجه بکنین، جنگ ویتنام، دوران جنگ سرد، حتی فعالیت های مارکسیستی بسیار نیرومند، در سال 1959 محو کردن کیوبا که ممکن بود منتج به جنگ سوم جهانی شود، ذهنیت عامه امریکا میگفت که کیوبا نباید در کنار ما وجود داشته باشه. اما مو دولت های ایالات متحده امریکا بود که مو کیوبای کمونیست با راکت های اتحاد شوروی تحمل کرد. من فکر میکنم که بازیگران ایالات متحده امریکا این تجربه را از تاریخ خود دارن. درست است که چون به این نقطه موافق هستم که ممکن تکتیک ها و روش ها تغییر بخوره، اما منافع طویل المدت شما میبینید که بعد از 1899 غیر امریکای جنوبی و امریکای مرکزی گاهی وقت شورش ها و انقلابات داخلی و امثال ازی که در حد خود سرحدات اون کشورها محدود مونده، هیچگاه ما شاهد یک جنگ طولانی یا یک جنگ تباکن در داخل قلمرو ایالات متحده امریکا حتی در قاره امریکا نبودیم. درست، بالکل. من این سوال اخیر، شما درنمای نفوذ امریکا را در این منطقه با تمام این مشکلاتی که وجود داره و تنش هایی که بین ممالک مختلف وجود داره چی میبینید؟
من فکر میکنم که امریکا در نهایتش با هندوستان رابط خود با گذشته هر روز نزدیک میکنه، چون سال 2008 پیمان استراتژیکی که دولت ایالات متحده امریکا و دولت هند امضا کردن نشانده هندی امی اصل است. از طرف دیگه من فکر میکنم که امریکایی ها مجال میتا برای سرمایه گذاری ها و اقتصاد چین در منطقه نمونه بسیار خوبش گرفتن معادن در افغانستان است، یا به عبارت دیگه غیر مستقیم اونا را میفهمه که علیه منافع اقتصادیش در منطقه نمی جنگه و مجادله نمی کنه. روی این دلیل من فکر میکنم که اگه بتانه با دیلی و بیجنگ روابط خود نگاه کرده بتانه یا اونا را قناعت بتانه، منافع بزرگ را در منطقه به دست خواهد آورد. باز یک میان در رما با شما خواهیم بود. دیر منونه. سلامت سوی. دوباره خوش آمدید. مهمانان عزیز خود آقای وحید مجده، آقای امور سیاسی و آقای عزیز رفیع، رئیس مجمع جامعه مدنی. تشکر. قبل از اینکه سوالا رو شروع کنیم، ایجاب میکنه که تأثیرات عمیق خود به برادران نظاری ما و بازماندگان کسانی که در کویته در عملیات بسیار فجیع که به ضد از اینا صورت گرفت عرض بکنیم و از سیاسیون و آگاهان و جامعه مدنی و حتی دستر در کاران سیاست در افغانستان تقاضا بکنیم که آواز خود بلند بکنن و این قتل و قتال که بالای مردم بیگناه تحمیل میشه ای باید به این رسیدگی شود و توقف داده شود. و اگر هزاره ما برش آسیب میرسه، همه ما هزار هستیم، پشتون ما، تاجک ما، ازبک ما، ترکمن ما، هر کدامش که برش آسیب میرسه همه ما امون هستیم. امیدوارم که دولت افغانستان در این مورد صدای رساتر داشته باشه. آقای مجده، تشکر از تشریف آوریتون. در مورد بحث پاکستان و هند، این کوشش هایی که فعلا در هندوستان جریان داره و در لندن بود و طوری که ما شما قبلا هم صحبت کردیم، اول خود سطح دیپلماتیک تفاوت داره که از این میخواییم که در این مورد تبصره بکنین. دومی که پاکستانیا به نظر شما در مورد مداخله هندوستان واقعا ایره یک بهانه میگیره برای پخش نفوذ خود در افغانستان، یا ای که واقعا هندوستان اقدر زیاد دخیل است در افغانستان که برای پاکستان تشویش آور است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم برنامه خود مراتب تسلیت عمیق خود و برادران هزاره در پاکستان و افغانستان که اقتداد از اونها است از طبیع افغانستان بودن تقدیم میکنم. هر کسی که کار کرده باشه اگر به نام اسلام همونطور که گفته میشه تبلیغ میشه، این کار به نام اسلام صورت گرفته باشه، دشمن سرسخت اسلام کسی است که دست به این کار میزنه. در رابطه با سوالی که جناب شما کردین، باید عرض کنم که مسئله هند و پاکستان و افغانستان موضوعی هست که همیشه به شکل کلیشه‌ای مورد بحث قرار میگیره. افغانستان کشوری هست که در پاکستان در اینجا نفوذ داره و هندوستان نگران است و گویی هم که هندوستان کمی میخواهد در افغانستان نقش داشته باشه، پاکستان نگران وضع میشه. اما من فکر میکنم که وضعیت کاملا تفاوت کرده در طول 11 سال گذشته، به این معنا که نقش پاکستان در افغانستان به شدت تضعیف شده. او گروه هایی را که ما بیشتر از آقای استانکزایی که در رابطه با اونا صحبت میکرد که در گذشته اینا در پاکستان بودن، امروز یعنی بودن در پاکستان به این معنا نیست که امروز اونا از پاکستان حرف شنوی داشته باشن. حتی طالبا، شما میبینید که طالبا امروز مولانا فضل الرحمن میره به قطر و طالبا به اون نمیبینن و این خودش نشان میده که حتی گروه های سیاسی مذهبی پاکستان که میخوان به صورت شخصی هم با طالبا در تماس شون دیگه اون امکانات ندارن. از این سبب دور پاکستان در افغانستان ما فکر میکنیم که به شدت تضعیف شده و در آینده ما او حالت گذشته را نخواهیم دید که پاکستان دست باز در هر کار داشته باشه. بنابراین نگرانی پاکستان به خاطر این است که نقش خود در میان مردم افغانستان از دست داده و دیگه توانمندی و بازی قبل نداره و هندوستان است که به شدت یعنی در مسئله افغانستان نقشش مطرح میشه و این نقش بیشتر امریکایی ها تلاش دارن که مطرح بکنن. مثلا موضوع معادن افغانستان و ایران، میدانیم که بین چین و هند در گذشته رقابت بوده و تا به کشمکش های سرحدی هم کشیده. بنابراین نه تنها پای چین در افغانستان کشیده شده، بلکه پای هند هم در معادن افغانستان و در رقابت اقتصادی در افغانستان باید کشیده شود تا به ترتیب چین در افغانستان کنترل شود. این هم یکی از برنامه هایی هست که و این بسیار دلچسب چیز را که شما میفرمایید بسیار دقیق است. اگر یک مدیریت قوی
از این رقابت ها می شد و ما می تونستیم که این را به یک سمت یک مسیر مثبت برای رفع تشویش از اینا اول مدیریت میکردیم و باز به سمت مثبت ایر جریان میدادیم. افغانستان بسیار استفاده کرده میتونست و در 12 سال نه جامعه بین المللی ما را ماند و نه خود ما تانستیم چیزه. دقیقا همینطور است. فرموده شما ببینید در افریقا اگر ما ببینیم در افریقا اصلا نه در اونجا طالب است و نه القاعده است. در بسیاری از کشورهای افریقایی مثل کانگو و مثل بوتسوانا و جای دیگه در اونجا جنگ است. ده ها سال است که جنگ است. این جنگ به خاطر چیست؟ این جنگ به خاطر معادن است. معادن است بله. جنگ معادن خاطر ثروت. بله. این جنگ معادن یکی از خطرناکترین انواع جنگ هاست که با قتل عام های مردم و جمعی انجامیده به خاطر که یک قومی که در یک جای هستن باید تمام اونا از بین برن تا این معدن. و در این حال جنگ در اینجا یک فایده دیگه داره در این کشورها برای کشورهایی که از معادن میخوان استفاده بکنن. وقتی که جنگ باشه دیگه حکومت قوی وجود نداره. وقتی حکومت قوی وجود نداشت اونا از کسی که معدن استخراج میکنه خواستار این شده نمیتونن که شما مثلا محیط زیست خراب نکنین، مثلا امتیاز طلبی ها و این چیزا نیست. هر کسی کوشش میکنه که از این معدن یه چیزی رو بگیره. اما دکترین قدیم کلونیالیسم است. بنابراین در افغانستان اگر این همطور فرموده شما اگر مدیریت نشه بدون شک جنگ های آینده جنگ های بر سر معدن خواهد بود و این مسائل دیگه که حال امروز ما داریم شاید اینا در گرد و خاک او جنگ ها کاملا از بین رفت. آقای رفیع ببینیم رقابت بین هند و پاکستان از دیدگاه مردمی و از دیدگاه مدنی اگر فکر بکنیم، هندوستان یک مملکت است که تا اندازه زیاد دموکراسی در اونجا نمو کرده و یکی از مملکت بسیار بزرگ دموکراتیک است. پاکستان هم کوشش داره تلاش داره که گاهی با دموکراسی و گاهی با نظامیگری در دست به گریبان است. چه تشویش جامعه مدنی افغانستان از این رقابت هایی که در مذاکرات صلح صورت میگیره و مذاکرات صلح را به کلی تحت شعاع قرار داره چی باید باشه؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و خدمت دوست گرامی ما و همچنان بیننده شما و همچنان با عرض تسلیت خدمت تمامی شهدای خانواده‌های شهدای حادثه کویته که متاسفانه یک مقدار زیادشان از افغانای ما هستند که در اینجا مهاجر بودند، خدمت شما عرض شود که بزرگترین نگرانیه که در افغانستان از طرف نهادهای مدنی مطرح میشه بحث چگونگی ثبات اجتماعی افغانستان است. متوجه باشین که ما در طول سالهای متمادی حتی اگر به من اجازه بدین در طول چند قرن گذشته ما دستخوش یک نوع بازی‌های سیاسی منطقوی و جهانی بودیم که متاسفانه ما متاثر از چگونگی روابط منطقه بودیم. وقتی امپراتوری بزرگ انگلیس و تزار شکل می گرفتند در این منطقه و فرانسوی ها حضورشان در شرق میانه بسیار پررنگ بود، ما در بین این سه امپراتوری در یک نوعی از وضعیت قرار گرفته بودیم که متاسفانه بیرحمانه مردم ما در قربانی شدن بوده. بله، قتل عام های گذشته، جنوساید های گذشته تاریخی در افغانستان دقیقا مبتنی بر سیاست های چگونگی قدرت های استعماری بزرگ در منطقه بوده. متاسفانه با در نظر داشت وضعیت کنونی که یک شکلگیری جدید منطقوی در حال تولد شدن است و در حالت به اصطلاح پیدا شدن است، ما دستخوش یک نوع بازی سردرگم چگونگی ملی خود ما میشیم. یعنی به این معنا که ما از آنجا که امو تمامی بنیه های اعتماد ملی را در بین ملت خود متاسفانه از دست دادیم، دستخوش یک نوع بازی جدید در تلاش های چند گونه و چند جانبه بین قدرت های بزرگ میشیم. شما ببینید امروز تنها حوادث امروز وقتی هند اعلان میکنه که ما به خاطر مسائل افغانستان و چگونگی منطقه با روسیه و چین بحث میکنیم، پاکستانیا از انگلیس میخواهند که مانع هند شود. یعنی نشان میده که بحث افغانستان متاسفانه به خود افغانستان ختم نمیشه. این دیگه با تمامی کشورهای قدرتمند زیردخل در منطقه و همچنانی که پیشتر هم دوست ما اشاره کردن و هم شما اشاره کردین آقای مجده که متاسفانه در ارتباط با چگونگی تقسیم منابع است. اگر یک نظر کوتاه در چگونگی تشویش یا شکلگیری تشویش هند بندازیم شاید مشکل ما حل شود. هند تشویشش چیست؟ بزرگترین تشویش هند تبدیل افغانستان به پناهگاه مسئول و مطمئن تروریسم است که اگر افغانستان به یک پناهگاه مطمئن دوباره، یعنی دوباره پس بگرده به دوران طالبان یا قسم دوران که به اصطلاح مجاهدین متاسفانه مولودی بودن یا مولود شدن، باعث خواهد شد که دیگر هند دسترسی پیدا نکنه به منابع طبیعی آسیای میانه و به این بازار بزرگ که هند به او اشد ضرورت دارد. دو راهی که هند به منابع طبیعی و خصوص به منابع
نفتی وصل میکنه، یکیش افغانستان است، یکیش پاکستان است. یعنی در هر دو حالت از پاکستان میگذره. یعنی وقتی از افغانستان هم بگذره پاس از پاکستان میگذره. کوریدور است می کوریدور. بله، کوریدورش همین افغانستان میشه. فلهاز بحث افغانستان برای هند بحث حیاتی است با در نظر داشت شکل گیری اقتصاد غولاسای امروز. ما میخوایم بگویم که هندستان در سال 2020 آقای رفیع اگر ما احتیاط نکنیم، افغان ها و پاکستانی ها احتیاط نکنن، هندوستان یک انتخاب دیگه هم دارن که او عبارت از ایران، از طریق ایران هم میتونن که بسیاری موضوعات خود رفع بکنن، آسیای مرکزی، ایران و بحرین، اگر چه قیمت تر تمام خواهد شد، اما اگر ما زیاد هرست کنیم ما با پاکستانیا. ببینین بحث اصلی را هند متوجه است. بله. یعنی به این معنا که هندوستان تشویش اساسیش به خاطر منابع نیست، بیشتر به خاطر مسئله امنیتش است. متوجه شوین اگر افغانستان یک مرکز یا به اصطلاح یک محل دوباره برگرده به نفع طالب، به نفع طالبان یا به نفع پاکستان که بتونه از اینجا هندوستان پاکستان بر ضد هند استفاده بکنه، بدون شکی بسیار اساسی تر از اون منابع خود بود که از طریق افغانستان بتونه بر زیاده بود. در اون صورت بحث شما درست است که میشه از طریق هند بدست بیاره، میشه از طریق عربستان سعودی بدست بیاره. اما یک بحث دیگه در ارتباط با چگونگی تشویش پاکستان است که پاکستان میخواه، بله میخواه پاکستان که هند تهدید از پشت سر یا عقب پاکستان برای پاکستان نشه. درست. که در این صورت هم به اصطلاح تشویششون بسیار بجا است، همچنان که تشویش هند، تشویش هند نسبت به مسئله افغانستان بجا است. تشکر آقای مجد. در تمام این صحبت ها میشنیم پاکستان، هند، افغانستان، امریکا، انگلستان، در حالی که در همسایگی ما ایران هم قرار داره و ایران هم رول بسیار اساسی در ثبات یا بی‌ثباتی افغانستان میتونه بازی بکنه و بازی کرده، در این مورد فراموش کردن ایران هم یک اشتباه خواهد بود به نظر من. بدون شک تمام کشورهای همسایه افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، هر کدام اینا نقششان مهم است. البته بعضی ها آسیب پذیر هستن و به اون خاطر نگران هستن و بعضی ها نگران وضعیت دیگه هستن. مثلا ایران نگران حضور آمریکا در افغانستان است به خاطر اینکه احساس میکنه که از این طریق تهدید میشه. بنابراین نقش ایران و دادن اطمینان به ایران هم یکی از مسائل مهم هست که باید این کار صورت بگیره که تا حال اصلا چنین کاری صورت نگرفته. دیگه اینکه یک بخش بزرگی از کمک هایی را که امروز به مخالفین مسلح میرسه ایران به اون متهم است که ایران این کار میکنه. اما تا به حال آمریکایی ها اصلا در مورد ایران و ای که چقدر به کمک اونا به جنبش مقاومت افغانستان چگونه هست در این مورد هیچ چیز نگفتن. به خاطر چرا نگفتن؟ به خاطر اینکه فکر نشه در دنیای غرب که ایران تانسته سر آمریکا فشار بیاره. اما حقیقت این است که یکی از عواملی که آمریکا را نگران ساخته در اینجا نقش ایران است. و همچنان ایرانی ها بدون شک در آینده با توجه به حالتی که در فعلا ما میبینیم در افغانستان اونا نگران تر خواهند شد، به خاطر اینکه در حالی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشن، شما وقتی که بپرسید میگید در حالی که وضع اقتصادی آمریکا هم خوب نیست، صدها میلیون دلار تازه قرارداد میشه برای گسترش پایگاه‌های آمریکایی در داخل افغانستان، در حالی که اینا 150,000 سرباز در این پایگاه جا داده شده بودن. اما آل 10,000 سرباز مثلا در این پایگاه جا نمیشن که باید بزرگتر شوی پایگاه. خود این مسئله سوال برانگیز است که در حالی که حکومت مقصد آمریکا چی خواهد بود که با این موضوع چی خواهد. بله ببینید، در حالی که افغانستان یک تئوری جنگی هم نداره، تئوری جت جنگی نداره، خطای رنوی تازه ساخته میشه در این پایگاه و میدانیم که در میدان اوی بگرام برای پایین شدن تیارات B-52 هم امکاناتش از قبل بود شده. بله. بگرام و قندار رو شد. بله. پس وشیندند. بله. پس ما میبینیم که در اینجا پیش از سال 2014 من فکر میکنم که بالاخره آمریکا اینجا یک قصد بزرگی را داره. با این شکل نمیتونه آمریکا ادامه بده. یعنی فکر میکنین که کدام حمله نظامی بالای ایران خواهد شد؟ من فکر میکنم که یک قصد یک حمله بزرگ در این منطقه نباید از نظر دور داشته باشه. با توجه به اینکه اگر طالبان به این شکل باقی بمانن، یعنی طالبان حالتشون باقی بمانه، آمریکایی‌ها هم از افغانستان خارج شون و فقط یک 10,000 سرباز در اینجا بمانه، این جنگ دوام میکنه و یک جنگ فرسایشی برای آمریکا خواهد بود. هرچند در اینجا افغان‌ها کشته میشن و جنگ افغانی میشه، اما باز هم آمریکا هست که باید توان این جنگ بپردازه. از اون سبب من فکر میکنم که پیش از سال 2014 آمریکا یک قصد بزرگ در این منطقه داره و باز هم متاسفانه ضربه اصلی را افغان‌ها خواهد خورد. چنانچه من شنیدم که در یکی از صحبت‌هایی که آقای احمدی نژاد با رئیس جمهور کرزی داشته در چین،
برش گفته که شما از قریه های افغانستان از کنار پایگاه های امریکا دور کنین، چون اگر جنگ در بگیرد ما مجبور هستیم که عکس العمل نشون. بله تشکر. آقای رفیع، در مورد مذاکرات صلح توقعات دولت ها از همدیگه یک چیز می باشه، اما توقعات مردم و آوازهای که از گلون نمی برای خفص، توقعات از اون رو باید یک تعداد مردم باشه که انعکاس داده بتانه، و ما در این مورد زیاد فعال نیستیم. اول فعالیت ما باید زیادتر شوه، من ایسی یک جامعه بیدار. دومی که توقعات ما رو چطور با یک دولتی که هیچ به هیچ چیز گوش نمیگیره چطور ارائه بکنیم؟ یک علت چگونگی خفه بودن مردم افغانستان در ایست که هیچ نوع معلومات با مردم در جریان در میان گذاشته نمیشه. یعنی مردم افغانستان دقیقا نمیفهمند در تاریکی است. بله دقیقا نمیفهمند که دشمن ما واقعا کی است. حقایق در نظام سیاسی افغانستان وجود داره که دقیقا سیاستمدارای افغانستان یا سیاستمداران افغانستان از او کتمان میکنن، چشم پوشی میکنن، اغماز میکنن و دقیقا نمیگن که واقعیت ها چی هست. مثلا چگونگی بزرگترین حوادثی که پیرامون افغانستان میگذره، در کابینه افغانستان میگذره، در مسائل چگونگی زدبندهای صلح میگذره، شما متوجه میشین زمان صدا بلند میشه که یک چیز خراب میشه. تا زمانی که بحث قطر به خرابی به بنبست نرسیده بود، امروز سرزی هم میخواییم تبصره کنیم، وزیر خارجه افغانستان به دیدن والی بلخ رفته بود. وزیر خارجه با والی دیدنش چی معنا داره؟ دلیل که راه شده گفتن که یک دوستی، یک بازدید دوستانه بوده، بازدید شخصی بوده در ارتباط و همچنان مسائل مربوط به چگونگی پیشرفت های چیزه در اونجا احتمال داره. ما هیچ بعید از احتمال نیست. ما فکر میکنم که وزیر خارجه افغانستان یک مقدار باید بیشتر توضیحات در این مورد بده که اصل سفر چگونه بوده و روی چی مسائل بوده. ولی به هر صورت ما باور من این است که دقیقاً مثل این می حادثه ده ها حادثه دیگه است که اتفاق میفته در کشور، ولی ما نمیفهمیم که زدبندا چگونه بوده. بعد وقتی مثلا بسیار افشا میشه و با یک بیراهه میره، کسی توضیح دقیق به خاطر راست شدن بس یا ذهنیت مردم نمیتونه. بعد یک نوع نداره. بله بی‌اعتمادی بسیار بزرگ در بین افکار عامه اجتماعی پیدا میکنن که میگن که هیچ کس راست نیست و صداقت وجود نداره و هیچ کس راست نیست. پس چی باید کرد؟ ما چی کنیم؟ بله حتی وقتی رئیس جمهور افغانستان بعضی حقایق هم افشا میکنه، مردم باور نمیکنه، به خاطر اینکه هیچگاه دولت چیزی را به خصوص حکومت چیزهای اساسی را که باید افشا میکرد افشا نکرده. ما باور من این است که راه حل از این چگونگی نزدیک شدن به مردم یا میکانیزم نزدیک شدن به مردم از طرف دولت و به خصوص حکومت ایجاب میکنه. حکومت باید بسیاری از میکانیزم های واضح و بسیاری از میکانیزم ها را واضح بسازه برای چگونگی دسترسی به اطلاعات. باید مردم حق و توانایی را داشته باشند که به اطلاعات و به معلومات برسند. آیا اطلاعات عمیق وجود دارد در مورد موضوعاتی که میخواییم اطلاعات بدرسانیم؟ من فکر میکنم که برای ما نی، برای حکومت بله. تمامی وزرایی که قراردادهای بین المللی امضا میکنن نمیفهمن که چی امضا میکنن، ولی ما نمیفهمیم که در فهوای مسائل چی هست. من فکر میکنم هیچ وزیری نیست که قراردادهای 84 صفحه‌ای و 85 صفحه‌ای نخونده. من فکر میکنم شما بسیار خوشبینانه میگین. من فکر میکنم شاید بسیاری وقتا نفهمن که چی امضا میکنن. شاید بحث شما درست باشه، ولی من فکر میکنم که بعضی وقتا میفهمن که چیزایی امضا میکنن ولی نمیگن حقایقش. و حتی محدودیت های خود خوب است که اگر چیزی را نمیفهمند که امضا میکنن، امیر هم حداقل اگر پیامش به مردم بدن، بعد مردم احساس میکنن که ما در چه وضعیتی هستیم. قدیم که چشم پت امضا میکنن. آقای مجد، موضوعی که بسیار دلچسب است در لابلای تنش ها و تپش ها، بلند کردن آواز پاکستان و دادخواهی اپوزیسیون از زبان پاکستان و گروه های شمال و حال هم باز دید و بازدید هایی که شده و صحبت هایی که شده، ایره شما این تغییر چی فکر میکنید؟ ما همونطور که پیشتر گفتم، متاسفانه در مورد نقش پاکستان و نفوذ پاکستان در بین طالبان بسیار مبالغه شد در طول 11 سال گذشته. هیچ کس به این مسئله متوجه نشد که اصلا بزرگترین ضربه را که طالبان خوردن از پاکستان خوردن. چطور؟ یعنی همی که حکومتشان سرنگون شد و معامله شد در موردشان و در حقیقت وجه مصالحه بین امریکا و پاکستان طالبا شدن و بعد از او هزاران نفر در دستگیر شدن و یک عده شمیالی هم در زندان های پاکستان حدود 1000 نفر زندانی است. اینا تمامش نشان میده که وضعیت کاملا تغییر کرد در اونجا.
اما به هر حال دولت افغانستان همیشه اینطور میگفت که نقش مهمی را که در صلح پروسه صلح میتونه داشته باشه پاکستان است و فقط پاکستان میتونه این کارو بکنه. این نوع بزرگنمایی پاکستان برای هندوستان نگران ساخت و در این اواخر بالاخره گپ به جایی رسید که هندوستان فکر کرد که این نقشی را که بر پاکستان داده میشه توسط حکومت افغانستان و چنانچه شما هم اشاره کردیم که در کنفرانس در نشست سه جانبه لندن در سطح رئیس جمهورا و همچنان مسئولین استخباراتی سه کشور با هم نشستند و این مسئله سبب نگرانی هندوستان بود بدون تردید. اونا فکر کردن که چی میگذره در اینجا و انگلستان چی معامله را میکنه و چی کار میشه، پشت پرده چی خواهد شد. این نگرانی موجب شد که بالاخره این نشست به خاطر کم ساختن نگرانی پاکستان این نشست سه جانبه برای بیفته. اما به هر حال آنچه که در آینده میتوان پیش بینی کردی است که بدون تردید در اینجا نگرانی های مشترک وجود داره، همونطور که پیشتر هم سرش بحث شد. چین نگران وضعیت خودش است. تنها مسئله اقتصادی در چین نیست، بلکه چین از نظر مشکلات امنیتی خود هم در سینکیانگ مشکلات داره. بله، این مسائل در اونجا هست. مسلمانان چین امیال آخرین اخباری که من شنیدم در مورد این که حتی کسانی چند نفر از سینکیانگ چین امیال در سوریه می جنگن و این مسئله گپ ساده نیست که از چچن از افغانستان از اینا رفتن به سوریه و در اونجا میجنگن و گفتن که اینا از وزیرستان رفتن. بنابراین ما میبینیم که چگونه همین خشونتگرایی ها بین المللی میشه، مثل مکدونالد که در هر جای شما شعبه هایش میاپین همین قسم آله جنگم همین شکل میشه. پس آمریکا نتونست که جلوی این کار در افغانستان بگیره، این اومد به افغانستان که ما جلوی کار در اینجا بگیریم. اما هر جایی که میرین مثلا سیف العدل کسی که جانشین اسامه بن لادن گفته میشد امروز در مصر است. بله. و از اینجا رفته به اونجا و هیچ خطری هم نیست. پس تمام اینا نشان میده که آنچه را که به نام مبارزه علیه تروریسم آمریکا در اینجا براه انداخت و با چون با معیارهای متفاوت برای افتاده بود و نتونست به نتیجه مطلوب برسه و در آینده هم این کار نخواهد شد. پس آنچه را که ما در اینجا میبینیم نگرانی است. نگرانی یعنی دورنگی ها بله. سبب بله. شده که هدف اصلی بله وقتی که شما یک تعریف خاص از تروریسم نداشته باشین معنایش این است که شما نمیخواین در یک جای یعنی تعریف داشته باشین که در هر جای اون تعریف صدق بکنه، بلکه باید این مسئله را مبهم بانین تا در اسرائیل تروریسم یک معنا داشته باشه، در افغانستان یک معنا داشته باشه، در پاکستان معنای دیگه داشته باشه. چون ما در طول چند سال دیدیم و نتیجه شد که مبارزه علیه تروریسم به هیچ نتیجه نرسید و نمیرسه تا ابد هم جنگ دوام کنه و نتیجه نمیرسه و برعکس گسترش پیدا میکنه. چنانچه ما میبینیم در سومالیا طالبای افغان دستگیر میشن، در سوریه اینا میجنگن و همین قسم در مثلا لیبیا کسایی مثل عبدالحکیم بلحاج و دیگر در اونجا هستن که از افغانستان رفتن. تمام اینا نشان میده که وضعیت به هر حال خوب نیست. اما برای پاکستان هم وضعیت خوب نیست. پاکستان نگران وضعیت است و آمده با جبهه شمال مثلا با دوستان اونجا با مذاکره مینشینه به خاطر این است که میدونه که در بین طالبان دیگه او قدرت سابقه نداره، بلکه آل باید با هر دو طرف رابطه داشته باشه. اما یک نکته هم باید در نظر گرفت که حتی در زمانی که طالبان از حمایت پاکستان برخوردار بودند در افغانستان میجنگیدند بر علیه جبهه شمال، در میدان هوایی پشاور ما بسیار با تعجب دیدیم که طیاره از تاجیکستان میومد، طیاره جبهه شمال در میدان هوایی پشاور میشد و همین قسم ازش استقبال میشد، کسی هم چیز نمیگفت. یعنی پاکستان در اون وقتام ارتباطات خود با هر دو طرف، هیچ وقت پاکستان روابط خود اینطور نمیکنه که با یک طرف منحصر بسازه و از طرف دیگه کاملا ببره، اینطور نبوده. چنانچه با جنرال دوستم ارتباط داشتن در اون زمان، مسئله جنرال ملک و جریاناتی که پیش آمد توسط خود اینا شد و مسئله مزار و اینا تماما نشان میده که پاکستانی از سابق همین بازی را داشتن. اما آنچه که شما به اشاره کردین مسئله ایران است و این مسئله ایران بسیار مسئله مهم است که ایران هم خاموش است، هیچ چیز نمیگه. اما جریانات پشت پرده نشان میده که در آینده ما نباید نقشی که ایران میتواند بازی کنه او را نادیده بگیریم. آقای رفیع، در مورد امی عجله که محسوس است فعلا در حلقه های غربی، در جوامع غربی حتی و سیاست گذاران امریکایی مخصوصا دموکرات ها امی دست خوش از این عجل هستن، اینا امسایه های ما تشویش های دارن، مخصوصا هندوستان، یقینا پاکستان هم از خود تشویش های دیگه داره و ایران هم، اما خود مردم افغانستان از یک عجله که افغان ها را دوباره در یک تشنج باقی بگذارن، ما چی
چی تشویش داشته باشیم؟ تشویش های عمده ما چی باید باشه؟ البته ما یک مقدار موافق نیستم بحث عجله. ببینید در سال 2006 ایالات متحده آمریکا در کنفرانس لزبون و ناتو به این فکر شدن که یک مقدار باید قوای خود در افغانستان تقلیل بدن و یک مقدار زمینه ساز برآمدن قوایشان شود. برآمدنش تصمیمش در 2006 گرفته میشه ولی برآمدنش در 2014 اتفاق میفته، یعنی به این معنی که چیز معادل 8 سال اینا فکر میکنند. او فیل تاک از گل ببره دیگه. بله، ما باور ما این است که عجله بسیار جدی که شما مطرح کردین نیست. اما بحث تشویش مردم ما، من پیشترم خدمت شما عرض کردم که مردم در یک ناباوری بسیار عجیب و در یک سیاست زدگی بسیار عجیب قرار دارن. در افغانستان مشکل بسیار جدی که وجود داره سیاست زدگی مردم است. یعنی شما حتی عادی ترین افراد در افغانستان متوجه میشین که با تفکرات بسیار بزرگ سیاسی سخن میگه و از مسائل بسیار جدی میگه که حتی در کشورهای همسایه ما افراد بسیار الیتش به او نمیفهمه که چی اتفاق میفته. مثلا چون مردم ما سیاست ها را تجربه کردن، ببینین ما غنی ترین مردم در منطقه در 50 سال گذشته هستیم. ما 12 نوع حکومت سیاسی را در 50 سال گذشته تجربه کردیم. هیچ کشوری در جهان باید یک تجربه غنی عملی وجود نداره. از غنا مشبوع شدیم در این مورد. من میخوام بگم که دقیقاً هم همونطور است و به همین خاطر هم است که دوانمو سیاست زدگی بسیار گسترده و دایره محدودیت توانایی بسیار ضعیف مردم در یک ناامیدی میرسن. متوجه باشین که وقتی نمی دو چیز شما نمیدن. بله، یعنی شما وقتی در یک همو توانایی و به اصطلاح همو تفکر سیاسی تان بالا میره ولی محدودیت های اجتماعی شما و فردی شما پایان میره، شما رفت دقیقاً به طرف یک ناامیدی میبره. مردم افغانستان حق دارن به خاطر وضعیت فیزیکی که سر از اونا تحمیل شده در یک ناامیدی باشن. اما ما تعجب میکنم، میخوایم به شما بگویم با تعقیب بسیاری از بحثا فکر میکنم که مردم افغانستان با تمام این فشارها هنوز هم نسبت به آینده خوشبین هستند و باورشان این است که افغانستان به طرف یک صلح میره، منطقه به طرف یک صلح میره و حتی کشورهای زیردخل در اینجا به ناچار باید نوعی از ثبات در این منطقه بیارن، چون بی‌ثباتی در منطقه دیگه به نفع هیچ کسی نیست. متوجه باشین که بی‌ثباتی منطقه دیگه به نفع پاکستان نیست، حد معین که نفع ایران نیست، بله به نفع ایران نیست، به نفع پاکستان نیست، به نفع آسیای میانه نیست، به نفع روسیه نیست، به نفع چین نیست، به نفع هند نیست و بالاخره به نفع ایالات متحده آمریکا هم نیست، به خاطر که تمامی امو محمل های را که به اصطلاح اینا را بتونه در آینده یک نوع مشروعیت بده دیگه وجود نداره، از بین رفته. بیباوری مردم نسبت به سیاست، بیباوری مردم نسبت به امکانات بین المللی، بیباوری مردم نسبت به دموکراسی، نسبت به حتی دین باوری در افغانستان یک نوع از وضعیت را به وجود آورده که من باور من این است که افغانستان باید به یک ثبات برسه که پس از این ثبات این مردم در یک وضعیت به اصطلاح قرار بگیرن که دوباره یک دفعه خود احیا بکنن، بعد اگر مصیبت دیگه بیاید مثل 40 سال دوره نو ثباتی که در زمان ظاهرشاه وجود داشت، بعد میشه که باز بار دوباره پس ایره به طرف یک بحران ببرن مثل که در تمامی کشورهای جهانی تجربه میشه. تشکر. آقای مجدد، در مورد وضع فعلی که پاکستان اختیار کرده در قبال افغانستان، شما فکر میکنید که این همی حالت یک حالت صادقانه است یا ای که یک عکس العمل است در مقابل فشارهای بین المللی؟ در طول 11 سال گذشته پاکستان تلاش کرد که یعنی در حقیقت وعده های بالاتر از توان خود داد و خصوص در این اواخر ما شاهدی هستیم که وعده هایی را که پاکستان داده بسیار بالاتر از توانش است. مثلا از جمله گفت که در ظرف 6 ماه طالبان را پشت میز مذاکره ما حاضر میکنیم. این حرف کاملا برای ما، برای خود ما شخصا عجیب بود، به خاطری که در یک کنفرانس که در سال گذشته در پاکستان بود ما از جنرال حمید گل شنیدم که ما توانمندی کار را نداریم که از ما دولت افغانستان تقاضا داره که طالبان را دست بسته به اینا تسلیم کنیم. یعنی پاکستان حرفای بالاتر از توان خود گفت، وعده های بالاتر از توان خود داد و بعد از او هم که نتونستی را این وعده ها را عملی بکنه، طبیعی است که دولت افغانستان فکر کرد که اینا میتونن و نمیکنن و بنابراین اینا صداقت ندارن. اما از این به بعد دیگه این پاکستان این کار را کرده نمیتونه، به خاطر اینکه عملا دیده شد که در بسیاری موارد اینا واقعا ضعیف عمل کردن و نتونستن و طالبان حرف اینا را نشنیدن. بنابراین در اینجا یک تغییر در سیاست پاکستان آمد. همین که پاکستان می از انگلستان تقاضا میکنه که شما مانع نفوذ هند در افغانستان شوین، خود این مثلا نشان میده از بیچارگی پاکستان در افغانستان که دیگه او
توانمندی و او قدرت مانوری را که در گذشته در افغانستان داشت او را از دست داده. دیگه هیچ کس نه مجاهدین سر پاکستان دیگه اعتماد دارن و نه هم طالبان هیچ کدام از اینا اعتبار و اعتمادی که داشتن در گذشته ندارن. بنابراین پاکستان در این رابطه کاملا دستش خالی است و تمام کارتایی را که باید بازی میکرد بازی کرده و دیگه چیزی برش باقی نمانده. از این سبب نگرانی پاکستان کاملا قابل درک است که چرا از انگلستان کمک میخواهد که شما مانع هندوستان شد. یعنی قدر بیچاره شده پاکستان که بدون شک شما ببینید در پاکستان به چند مشکل گرفتار است. یکی مشکل امنیتی داخل خودش است. ما همیشه اینطور فکر میکردیم همینطور تبلیغ میشد که همه چیز در کنترل آیسای است. آیسای یه طوری قدرتی است که امریکا را شکست داده دیگه، روس شکست داد در دوران جنگ سرد و بنابراین هر چیز است. امروز شما میبینید که در داخل خود پاکستان هر انفجار صدها نفر را میکشه و اینا چیزی کرده نمیتونن. اینطور نیست که ما بگوییم که پاکستان خودش خواهانی است که پاکستان آیسای خواهانی است که پاکستان از بین بره، بلکه ناتوانی اونا رو نشان میده که دیگه از اون توانمندی که در گذشته داشتن او کاسته شده. از مسئله اقتصادی همین قسم و همچنان مسائل اجتماعی و کشمکش های قومی و این مسائل دیگه که از هر روز ما شاهدش هستیم که میبینیم پاکستان به این مشکلات گرفتار. تشکر. بیننده عزیز، ما هر تپشی که به خاطر آوردن صلح در مورد افغانستان و برای افغانستان میشه، مردم افغانستان رو خوش آمدید میگه و استقبال میکنه، به شرطی که از یک دیدگاه شفاف منشأت کرده باشه و این دیدگاه برای مردم افغانستان به صورت واضح تشریح شده باشه. هر رو کاری که همسایه های ما یا دولت ما میکنه در پشت پرده های تاریک، او از او صلح و از او قراردادهایی که در حق مردم افغانستان در پشت پرده ها رقم زده میشه، مردم افغانستان پشتیبانی نخواهد کرد. و من فکر میکنم که اگر منطقه یا جهان و یا دولت افغانستان میخواهد برای بقای خود و ادامه سلطه خود در افغانستان معاملات بکنند، مردم افغانستان با اونا نخواهد بود. و هر کسی که کوشش میکنه در اینجا ثبات بیاید باید دل مردم افغانستان را به دست بگیره، ورنه ثبات دائمی و پایدار در افغانستان به خاطر منافع حلقه های محدود نخواهد آمد. تا برنامه دیگر و روزهای دیگر، خدا نگهدار.